الان هم به جناب عالی میگم هرچی از من خانواده من دارید بزنید تو روزنامه‌تون، پاش وایسید مرد و مردونه، هر چی دارید، هر پرونده ای از من هست بزنید. مردم باید بدونن رئیس جمهور کی هست. من میگم همه اموالمون رو با ستادهامون با وزرامون اعلام کنیم، هر چی تقلبی بود قوه قضاییه بگیره. بالاخره شما نگفتین 300 میلیون چی شد در همجا، شما اسم بردی، شما گفتی آقای محصولی، من گفتم یک تومن ایشون از هر بانکی وام گرفته بود مال شما، تمام شد. این جواب ادعاهای جناب عالی. اما راجع به اسرائیل، رژیم صهیونیستی که من ننگم میاد اسم اسرائیل به کار ببرم، امام یه جمله قشنگی فرمود، گفت اینها اونقدر نجسن که اگر خودشون رو به بحر محیط هم بزنن نجس میکنن. در زمان جنگ موقعی اومدن همچین ادعایی که الان آقای کروبی خوندن کردن، برای اینکه بگن ملت ایران با اسرائیل ارتباط داره، اومدن گفتن ایران از اسرائیلیا سلاح خریده. همون موقع ما اومدن جواب دادن. من جواب امام با آقای کروبی میدم، جواب امام با آقای کروبی میدم. من دو تا سوال کردم راجع به رژیم صهیونیستی، شما چرا ناراحتی؟ شما چرا ناراحتی؟ من گفتم آقا این هولوکاست کجا واقع شده؟ چرا جوابش در فلسطین؟ اگر واقع شده چرا اجازه نمیدید؟ پدر اروپایی در اومده، شما چه حرفی میزنید؟ شما رفتی ایتالیا تحویلتون گرفتن نوش جانتون. از نظر من دنیا فقط چند تا کشور اروپایی و آمریکا نیست. جناب آقای کروبی برگردید به موازین امام، برگردید به موازین امام. اینقدر انحراف از موازین امام واقع از شما بعیده. 4 تا کشور اروپایی تحویل نگرفتن. اولا من گفتم 60 کشور، من به 60 کشور رفتم، وزارت خارجه فردا منتشر میکنه. 60 رئیس جمهور اومده اینجا. اجازه بدید 5 تا اونا که الگو خواستن. جناب کروبی شما صحبت کردید که شما درست میشه. من که مورد نشد. شما من مورد مشخص به شما میگم. اصلا بنده انشالله دور بعدم اگر مردم رای دادن هرگز از سیاست خارجی جناب عالی و آقای خاتمی پیروی نخواهم کرد. من همینجا به صراحت بگم، چون اونها رو به ضرر کشور میدونم، به ضرر کشور قطعا. نتیجهش هم معلوم شد، هسته ای رو دادن، محور شرارت هم شدن، تعهد هم دادن، الان همه چی برگشته. ضمن اینکه اگر جناب عالی میگید من آمادم یه جلسه تشریف بیارید من براتون توضیح میدم، شما میگید آموزش بده، نه آموزش، بنده شاگرد شما توضیح میدم. اما یه جمله میگم، امروز در دیپلماسی عمومی حرف اول رو میزن. اینو من خواهش میکنم جناب عالی هم برید مطالعه بفرمایید، به دوستانتون هم که تهیه میکنن اینا رو تذکر بدید. دیپلماسی عمومی یعنی شما افکار عمومی دنیا رو باید بگیرید دستت، خطاب میکنی. خب الان آقای اوباما چی گفت پیروز؟ اینا آثار چیست؟ دلش برای ما سوخته؟ یا اینکه دیپلماسی کشور باعث شد 4 سال قبل آقای بوش میگفت ما ایران رو باید بر بندازیم، الان آقای اوباما میگه ما بدون ایران نمیتونیم هیچ کاری رو بکنیم، همراهی ایران رو میخوان. چطور شما انکار میکنید پیروزی ملت رو که امروز جایگاه ایران در دنیا رفته بالا؟ مگه ایتالیا ناراحته؟ خب باشه، مگه ایتالیا ملاک ماست؟ یا 3 کشور اروپایی یا آمریکایی؟ شما اینا رو همه جهان میخوان، اونا هم همین حرفو میزنن. آقای بوش هم عین حرفای شما رو میزد، میگه ایران چرا مقاومت میکنه، چرا هسته ای میخواد؟ شما برید به کارهای دیگه تون برسید، هسته ای به ضررتونه، چرا مقاومت میکنید؟ چرا علیه رژیم صهیونیستی حرف میزنید؟ شما هم دارید همون حرف رو میزنید، میگه رابطه با همه جا با هم خورده. با کجا با هم خورده؟ بفرمایید، یادتون رفته در دولت‌های قبلی چه اتفاقی می‌افتاد؟ میگید خلیج عربیه. من پاسخ شما را نمیدم، من ارجاع میدم به اساتید زبان عرب. دول الخلیج العربیه، العربی برمیگرده به دول نه به خلیج. هیچ وقت نمیگن خلیج عربیه، میگن خلیج عربی. من متاسفم واقعا، چند جا گفتید، دوستانتون هم گفتن، اجازه بدید اساتید عرب و زبان عربی اینو تشریح کنن. ضمن این که خود رؤس رئیس همون کشوری که ما رفتیم بلافاصله مصاحبه کرد، گفت آقا کشورهای عربی اینو میگن، ایران اینو میگه و حق با ایران است. ما قوی ترین دیپلماسی رو به کار گرفتیم، جناب آقای کروبی ازش هم حمایت میکنیم. این که گفتید رابطه با همه جا با هم خورده، من راجع به خانم رهنورد، چون من احترام واقعا میذارم به ایشون، من دوبار از آقای موسوی پرسیدم، ایشون فکر کرد یک کس دیگری است. من
اونجا گفتم دیگه نمیخوام وارد بشم. بحث ما نحوه استادیار دانشیار شدنه. قانون برای همه یکی. آقای کروبی، نمیشه بگیم یک کسی انقلابی بوده پس یه حق بالاتری. ما اینو قبول نداریم. همه هم محترم و عزیزم، اجازه بدید یه مورد دیگر رو هم بگم. بالاخره مدیریت، اجازه قبلش اینو بگم. آقای کروبی، جناب عالی در سال 65 رئیس حج بودید، اونجا سخنرانی میکنید، اعلام میکنید راه نجات فلسطین بسیج عمومی برای جنگ مسلحانه با اسرائیل است و جمهوری اسلامی با همه امکانات خود حاضر است در این مبارزه به صورت جدی و فعال شرکت کند. ایشون اضافه کرد در این رابطه 300 هزار نفر در گردانهای قدس سازماندهی شده اند. ایشون جنگ مسلح تران راه مقابله خواند و برای نجات فلان باید بریم و جنگ مسلحانه کنیم. شما چی کاره نظام بوده اینو اعلام کرد؟ الان موازی سیاست خارجی ما هم مورد تایید ملت است، هم مورد تایید مجلس، هم مورد تایید رهبری است. بقیه چی کارن؟ یه شخصا اظهار نظر میکنن، خیلی ممنون، ما تشکر میکنیم، ولی نظام نیستن. چرا خودشون رو میزن جای نظام؟ اگر بنا بود رژیم صهیونیستی جایزه بده باید به این میداد. جناب آقای کروبی، شما از اون موضع رسیدید به این موضع که وقتی من راجع به هولوکاست دو تا سوال منطقی مطرح میکنم منو محکوم میکنید به جای اینکه رژیم صهیونیستی رو محکوم کنید. به نظرم مواضع تغییر پیدا کرده. من دوستتون دارم، چقدر فاصله. آمریکایی‌ها ناراحت شدن، اروپایی‌ها ناراحت شدن، رئیس ناراحت شد، شما هم ناراحت شدید و دارید اعتراض می‌کنید. یه شاخص دیگه در اقتصاد نسبت صادرات به واردات، نسبت به درآمدها. من خواهش می‌کنم اینو نشون بدید. ما از سال 60 تا 63 دولت به دولت گرفتیم. نسبت واردات به صادرات نفت و گاز آبیه. نسبت واردات به صادرات نفت و گاز، یعنی چقدر درآمد نفتی داشتیم، چقدر واردات کردیم. خواهش میکنم نگاه کنید، از دولت دوم 64 تا 67 بیش از درآمد ارزی واردات شده، یعنی از خارج قرض گرفتن یا از بانک مرکزی. در دولت‌های قبل هم طور بوده، نگاه کنید بالای 100%. در این دولت نسبت واردات به صادرات نفت و گاز شده 83% و نسبت واردات به درآمدهای ارزی شده 63%. یعنی صادرات غیر نفتی ما رشد جهشی کرده، یعنی درآمد ارزی ما ذخیره شده و امروز ذخایر ارزی بانک مرکزی ما بالاترین و مطمئنترین در طول تاریخ کشوره. که من عدد و اینو نمیگم، مراکز اقتصادی جهانی تا 120 میلیارد دلار این رو برآورد کردن. من فکر میکنم با هیاهو و اتهامات و هی ردیف کنیم آقا فلانجا چی کشور رو نمیشه اداره کرد. کشور رو بر اساس منطق و آلمان نمیشه اداره کرد. آقا کارشناس هایی نمیگن، رئیس جمهور خودش باید کارشناس ارشد باشه. برادر عزیز آقای کروبی، من نمیدونم کارشناس ها میگن. خب دوتا کارشناس دوتا حرف متناقض زدن، شما از کجا متوجه میشی کدوم درست میگن؟ چجور متوجه میشی؟ صد تا کارشناس میان حرف میزنن، شما چطور جنبندی میکنی؟ رئیس جمهور خوش باید صاحب نظر باشه، کارشناس ارشد باشه، یه کارشناس 700 بتونه حرفشو رد کنه، تأیید کنه. ولی من میشنم ببینم کارشناسا چی میگن. ضمن ماجرای آقای شهرام جزایری فراموش نشد. ده دقیقه آقای احمدی نژاد صحبت کردن، حدود 12 دقیقه وقت دارید. خیلی متشکر. چند تا نکته براتون عرض کنم. این بار احمد آقای چیم و آقای جزایری هم خدمتتون. اولا سال 65 حتما من اصلا دشکر قدسی وجود داشته یا نداشته من نگفتم. من همیشه اونجا صحبت که میکردم بر اساس سیاست امام بوده، صریح میگفت سیاست نه شرقی نه غربی و بر اساس مبنای حرف امام و میگفتن راه پیمای ما میخواییم بکنیم، ما جهان اسلام رو میخواییم ببریم مقابل اینا دوتا. یه داستانی ما با امام داریم، اونو بگیم وقتم گرفته میشه که چقدر این پیرمرد مالشو دقیق بوده که تو مصاحبه من یه نکته رو نگفتم. دو سه روز بعد احمدها تلفن کرد، من واقعا داستان عجیبی است، اما اگه خاطره بگم وقتم از بین میره. بنابراین اصلا جنگ مسلحانه نه با بنده، همطور که ایشون مفرم نه خبر داشتم و نه هیچ. اگر
منافع ملیم نبود، اجازه بده. یه سلسله مسائل دیگر هم میگفتم که